یک از آخرین اسنادی که کانال قیام تو سرنگونی افشا کرد و در همین گفتگوی اخیر هم الان بهش اشاره شد، اسنادی است در رابطه با بحث دور زدن تحریم ها که در یک از این اسناد اینطور نوشته شده که در واقع به دستگاه ها و شرکت های وابسته به دولت و نهادهای حکومتی اجازه داده می شود نسبت به انجام فعالیت های پوششی از قبیل ایجاد حساب های پوششی، شرکت های پوششی، مؤسسات مالی و اعتباری پوششی و بانک ها و صرافی های پوششی در خارج از کشور اقدام نمایند با تایید کمیته پوششی، دارا بودن و یا اخذ تابعیت مضاعف خارجی از طریق سازمان اطلاعات خارجی هم بلا مانع است. در واقع یک روند و یک ترتیباتی رو داره توضیح میده که چطور بشه به اصطلاح با ایجاد شرکت های پوششی تحریم ها رو دور زد. حالا در این بخش از برنامه قصد داریم یکی از همین شرکت های پوششی که در آلمان فعالیت داره رو یه مقداری از نزدیکتر بررسی کنیم. روز 16 بهمن روزنامه آلمانی فرانکفورت رونشاو نوشت تحقیقات نشان می‌دهد که رژیم ایران در حال دور زدن تحریم‌های بین‌المللی با شرکت‌هایی در آلمان است. پس تا الان یکی از این شرکت‌ها در آلمان ظاهراً افشا شده. یکی از این موارد افشا شده شرکت GIC هست. در این بخش از برنامه یه نگاهی می‌کنیم به بخشی از اسنادی که مقاومت ایران ماه‌ها پیش در رابطه با همین شرکت GIC افشا کرد. این شرکت در دوسلدورف آلمان است و یک شرکت پوششی متعلق به صنایع قدیره. حالا شرکت قدیر به کجا وابسته است؟ این سند به تاریخ 11 آبان 1401 هست که با طبقه بندی خیلی محرمانه و آنی ارسال شده. این نامه توسط مازیار حسینی مدیر عامل همین شرکت سرمایه گذاری قدیر هست. برای کی؟ برای سرتیپ پاسدار مجید ابن رضا مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح رژیم این نامه ارسال شده که در اون درخواست میکنه مناصبی که انتصاب آنها میبایست به تایید مقام عالی وزارت برسد را مشخص کنید، مشخص نمایید. یعنی شرکت قدیر داره نامه میزنه به یکی از مقامات نیروهای مسلح خامنه ای که مناصب مهمه ما را شما تعیین تکلیف کن، که این معنیش اینه که تمامی زیر مجموعه های شرکت قدیر هم بخشی از دارایی های نیروهای مسلح خامنه ای محسوب میشن. حالا این سراغ سند دیگه، یه سند دیگه هست از طرف عباس فرهادی معاون امور شرکت های قدیر که در تاریخ 26 آذر 1401 خطاب به مازیار حسینی همون مدیر عامل قدیر نوشته شده. توی این نامه به تفصیل توضیح میده که شرکت GIC در سال 2012 با تصمیم مدیر عامل و با مجوز هیئت مدیره وقت قدیر تأسیس شده. اهداف تأسیس این شرکت هم جذب دانش فنی تکنولوژی، یافتن شرکای تجاری، کمک به حضور بازاریابی و صادرات محصولات شرکت های تابعه ذکر شده. در واقع کار اون ایجاد پوشش برای شرکت های تحریم شده رژیمه و به این شکل برای شرکت قدیر داره پولشویی میکنه. یه سند دیگه هم هست که به خوبی مأموریت شرکت GIC رو توضیح میده که چطور این شرکت با طرف حسابهای چینی و عمانی شرکت قدیر وارد معامله و تراکنش های مالی شده و اینکه مدیر عامل وقت ساتا، یعنی همون سازمان تامین اجتماعی نیروی مسلح رژیم، هم با نمایندگان دولت عمان برای توسعه فعالیت های دو جانبه وارد مذاکره شده. بعد هم در پایان همین نامه که خیلی مفصل هست این جمله رو نوشته این نامه با کمال محرمانگی و بدون ثبت اداری ارسال شده و درز اطلاعات آن موجب وارد شدن مخاطرات جبران ناپذیری به این شرکت خواهد شد. یعنی این نامه که شما الان دارید ملاحظه میکنید روی تصویر قرار بوده که هیچ جایی ثبت نشه و اطلاعاتش درز نکنه که الان ظاهرا داره همین الان درز میکنه. سند بعدی بازی سند دیگه است که بررسی شرکت GIC اینترنشنال توش انجام شده در تاریخ 31 دسامبر 2021 برابر با 10 دی 1400 که در اون در 6 محور به این موضوعات پرداخته. شرکت معرفی میکنه اهداف تأسیسش چیه، ساختار حقوقی شرکت چی هست، مشخصات شرکت و شعب زیر مجموعش چی هست، وضعیت مالی و حساب اتکینجلیک هست در کشور ترکیه که از این شرکت برای فروش اوره و فولاد در ترکیه استفاده میشه، یا مثلا شرکت موتولیفت هست یا شرکت دیگری به نام الیکو که در توضیح این شرکت جالبه نوشته که این شرکت متعلق به GIC باشد که در سیستم های مالی شرکت GIC اثری از این شرکت وجود ندارد
و بر اساس نامه شماره فلان به تاریخ فلان برای دور زدن تحریم ها ایجاد شده است. اینا تو این اسناد همه با جزئیات اومده. یه سند دیگه هم هست که چگونگی پولشویی توسط شعب بانک های رژیم در آلمان مثل بانک ملی هامبورگ، بانک سپه فرانکفورت و بانک ایران و اروپا در هامبورگ با حساب های شرکت همین جی آی سی رو نشون میده. در رابطه با بانک های خارجی هم نوشته که دریافت تسهیلات در صندوق های مالی از طریق اعطای تسهیلات کوتاه مدت و تا مبلغ 20 تا 50 میلیون یورو متصور است. یعنی در واقع میگه از این طریق و به اسم این شرکت از بعضی طرف حساب های خارجیشون میتونن تا حد 20 تا 50 میلیون یورو خلاصه تحریم ها رو دور بزنن. یه سند دیگه هم باز هست که چندین شرکت خارجی رژیم آخوندی رو فهرست کرده و در توضیح اینطور نوشته که در ماه پایانی سال گذشته و با افزایش محدودیت ها برای شرکت و با اطلاع مدیران وقت قدیر، شرکتی به نام الیتکو با سرمایه 25 هزار یورویی تأسیس کرده است. برای اجتناب از محدودیت های تحریمی فعلا به نام قدیر ثبت نیست. در دو ماه گذشته از این شرکت برای انجام استعلام های تجهیزات حساس و انجام پرداخت های جی آی سی خلاصه استفاده به عمل اومده است. یعنی باز یک شرکت دیگه زدن برای که پوششی باشه برای همون شرکت جی آی سی شون. خلاصه اسناد مفصله، تعداد اونها خیلی زیاد هست، اما همین میزان اسناد موضوع پولشویی شرکت جی آی سی در آلمان رو فعال کرده. اخیرا رسانه های معتبر آلمانی به این موضوع پرداختند و الان بحث حقوقی این شرکت هم در آلمان داره مطرح میشه.